دوستان گرامی سلام میکنم خدمت شما ایزان از و امیدوارم که شما خوب باشید و آماده باشید که این درس ها رو با همدیگه ادامه بدیم ما از 21 جلسه پیش به این سو درباره دکترین روح القدس شناسی اسم قلمب سلمبه انگلیسیش هست نومتالوجی یعنی روح القدس شناسی و آموزه روح القدس ما داریم تفکر و دقت میکنیم و امروز به اون بحثمون راجب کارهای روح القدس رو به ادامش رسیدیم که کار روح القدس یک از کارهاش آرامی بخشیدنه و چگونه آرامی میبخشه و چطور آرامی میبخشه رو ما میخواهیم راجبش صحبت بکنیم عیسی مسیح خداوند و نجات دهنده ما در انجیل متا فصل یازده میگه بیایید نزد من ای تمامی گرانباران و زحمت کشان و من شما رو آرامی خواهم بخشید و من شما رو آرامی بخشم چجوری به وسیله اینکه یوق مرا بر خود گیرید و از من تعلیم یابید زیرا که حلیم و افتاده دل می باشم و در نفوس خود آرامی خواهید یافت زمانی که ما اون یوغ رو بر خود می گیریم او یوغش خفیفه و آرامه و سبکه حالا یعنی چه و بیایید با هم دعا بکنیم و به این معنی خواهیم پرداخت پدر آسمانی تو رو شکر میکنیم به خاطر ایسای مسیح خداوند به خاطر نجات عظیمی که او برای ما تهیه کرد به خاطر روح القدس که این نجات رو به دلهای ما شناسانید و ما یاد گرفتیم و قبول کردیم ای پدر دعا میکنم که تو این ساعت رو بر ما مقدس و مبارک بکنی تا ما بتونیم راجع به روح القدس بهتر و بیشتر یاد بگیریم به نام عیسی مسیح آمین ببینید تصویری که عیسی مسیح رسم میکنه اینه کسی که در زحمت و یک بار گرانی رو بر دوش داره زحمت کشان و گران بارا. و بعد تصویر دومی که رسم میکنه با کلمات تصویر یک ورزو یک گاو ها ما لورا بهش میگیم ورزو حالا نمیدونم شما چی بهش میگید گاو, یک... گاو نر یه گاو نریه که زمین شخ میزنه این روزا اکثر جا دیگه ترکتور اومده و مردم دیگه از گاو استفاده نمیکنن برای شخ زدن ولی من یادم بچه که بودم تو دهمون که میرفتیم تو بایر احمد ما میدیدیم تو ده ما که هنوز با گاو و خیش مزرعه رو شخ می زدن و معمولا دو تا دو تا هستن ها دو تا دو تا می بندن به گاو به خیش و اینجا خیلی دوتا رو که وقت میبندن باید هم یوق باشن جایی هستش که در قرانتیان به میگه با بی ایماندار ازدواج نکنید و میگه زیر یوغ ناموافق نرید منظور این استش که یکی اگه ضعیف باشه یا بخواد طرف کج بره یکی بخواد طرف راست بره این حیوان خستش میشه یکی اگر که بار زیادی بکشه یکی هیچ بار نکشه حیوان صدمه می میخوره و این پشت گردش حتی ممکنه زخم بشه به خاطر این یوق ایسا میگه که تو این مسیر زندگی سختی که شما دارید میرید اجازه بدید که اون شریکتون در کشیدن این بار من باشم دوتا گاوه که به هم میبندم بذار او یکیش من باشم و اگه من باشم من اونقدر قدرت دارم و اونقدر من تلاش میکنم که یوق من خفیفه بار من سباکه برای شما یعنی چی؟ یعنی من اون طرف سنگینش رو من بلند میکنم صحبت اینه حالا و این شما در نفوستون آرامی میگیرید و این قول خداونده و ما میتونیم روی اون قول واقعا تکیه بکنیم و بیستیم حالا این آرامی رو ما چگونه میتونیم دریافت بکنیم چه جوری کار روح القدس یه قسمتش اینه که این آرامی رو در دلهای ما قرار میده کتاب اعمال رسولان فصل دو ما میخونیم که روح القدس برای نخستین بار اینجوری به فراوانی بر شاگردان ریخته شد و اینها شروع کردن به زبانها تکلم کردن و غیره و مردم گفتن که جریان چی چیه پتروس بلند شد و شروع کرد صحبت کردن و این صحبت اونها رو به گناه ملزم کرد و ما در درس گذشته دیدیم که چگونه روح القدس ملزم میکنه شنوندگان ملزم شدن و کلام آیه و از فصل دو میگه شنوندگان چون شنیدند دل ریش گشته به پتروس و سایر رسولان گفتند ای برادران چه کنیم ما دلمون ریش شد و ناراحت هستیم و خیلی غمگینیم و گناهانمون رو ما حالا مشاهده کردیم چه کار بکنیم چجوری ما از این ناراحتی نجات پیدا بکنیم که پتروس بهش راهش رو میگه میگه توبه بکنید تعمید بگیرید و عطای روح القدس رو خواهید یافت و اون آرامی رو پیدا خواهید کرد و پس اینجا کلام به ما داره یاد میده که روش رهایی از اون بار سنگین عیسی مسیح و او رو در کنار خود داشتنه و روش رهایی از اون نگرانی عاطفی و اون دریش در شدنی که به خاطر گناه و الزام از گناه و من نیاز دارم به توبه و نیاز دارم به تعمید اگر تا حالا تعمید دریافت نکردم و نیاز دارم که روح القدس بیاد و من رو آرام بکنه دل من رو مطمئن بکنه اجازه بدید که بریم به عهد عتیق و من یک داستانی رو از عهد عتیق داستان بسیار زیباییه یک داستان عشقی خیلی قشنگیه و خیلی هم از یک نظر دل آدم میشکنه حالا که ما صحبت در ریش شدن رو داریم میکنیم ولی نشون میده به ما محبتی که خدا واقعا به ما کرده داستان هوشع اولین نبی از انبیای کوچک ها انبیای کوچک هم که میگن نه اینکه بی اهمیت بودن اونا گنده بودن اینا کوچکن اهمیت ندارن راجع به قدشون هم صحبت نمیشه راجع به کتاباشون قطر کتاباشون کوچیکه ده بابه یا زه بابه یا عرض یه بابه دو بابه برای میگن انبیای کوچک و همه رو کنار هم دیگه توی کتاب مقدس قرار دادن هوشه مرد خدا مرد صالح نبی خدا خدا بهش میگه که یه کار عجیب غریب بکن برو یه زنی بگیر که این همچین خوشنام نیست و زانیه هستش و این زنی که برای خودت میگیری بهت خیانت هم خواهد کرد حالا دو تا صحبت کرده میشه آیا این زن واقعا فاحشه بوده و خدا گفته برو این زن زانیه رو که خیلی بده بگیر یا اینکه این زنی که میگیری بدون که در آینده به وفادار نخواهد موند کلام اونقدر با اه، اه، سراحت به ما سرنخی نمیده که کدوم بوده ولی فرق نمیکنه صحبت سر اینه که مرد خدا میره و یک زن نااهل رو میگیره حالا این زن نااهل شروع میکنه به زنا کردن و بچه هایی که به دنیا میاره معلوم نیست از, از کدوم بابا هستش و باز هوش اینو محبت میکنه و باز اونو میپذیره و باز با گریه و اش و آه و دعا این زن رو در خانه خودش نگاه میده و دعا میکنه و اینها که چی؟ که مردمی که میبینند و میپرسن که هوشه چرا این زن رو طلاق نمیدی این زنی که به تو خیانت میکنه و رها کرده تو رو و میره با عاشقان مختلفش تو چرا اینو از خودت دور نمیکنی هوشه بگی که به همون دلیلی که خدا شما رو دور نمیکنه و دور نمیاندازه به همون دلیلی که خدا شما رو بارها و بارها گناه میکنید و بارها و بارها توبت رو قبول میکنه و بارها, و بارها شما رو باز به خانه خودش راه میده به همون دلیل من همین زن رو میپذیرم و رابطه هوشه با این زن یک تصویری میشه از رابطه خدا با ما فرزندانش که بعضا ناخلف بازی هم چموش بازی هم در میگیریم و این را اون را میریم ولی هی بر میگیریم و خدا باز هی ما رو قبول میکنه اه فصل اه دو آیه شش از کتاب هوشع یک صحبتی رو به ما میکنه میگه که ایشان به جای مختلف میره ولی بنابراین راه تو را به خارها خواهم بست و گرد تو را دیواری بنا خواهم نمود تا راههای خود را نیابد و هرچند عاشقان خود را تعاقب کند به ایشان نخواهند رسید و هرچند ایشان را به طلبت نخواهد یافت پس خواهد گفت میروم و نزد شوهر نخستین خود برمیگردم زیرا در آن وقت از اکنون مرا خوشتر میگذشت چه کار میگه خدا میکنم من با مردم اینی که راههاشون رو میبندم قومش رو داره میگه ما ایمانداران رو میگه ها میگه راهها رو میبندم یه کاری میکنم که اینها از گناه و از بیوفایی لذت نبرن تا برگردن به طرف من و خداوند از این کار رو میکنه ما بارها و بارها من به با عنوان یک کشیش شنیدم که ایمانداران گفتن که من لغزش خوردم و به آغوش گناه رفتم ولی اونجا بهم خوش نمیگذشت و اونجا احساس خیلی بد و خلع و ناجوری داشتم که مجبور شدم برگردم به طرف خداوند و خداوند ایمانداران خودش و فرزندان خودش رو اینجوری راه ها رو به خار بمنده که من وقتی که میرم به طرف گناه از اون گناه لذت نمیبرم گناه لذت بخشه اینو همه میدونیم گناه لذت بخشه ولی برای ایماندار گناه دیگه لذتش رو از دست میده و اون تلخی گناه در دهان آدم به قول معروف کیف اون اولیش از دماغ آدم خارج میکنه این رو من تجربه شخصی خودم بوده زمانی که لغزش خوردم و تجربه بسیاری افراد دیگه بوده که اومدن برای من در دل کردن و منم بهشون گفتم که کاملا من میفهمم شما چی میگید چون اینجوریه هوشه به ما یاد میده که خدا رحمت میکنه و ما ایمانداران رو به روح خودش میاره و نمیذاره ما دائما در دا دا اون حالت دلریشی باقی بمونیم و اون روزی که مردم شنیدن این خبر رو در اعمال دو دلریش شدن و خداوند اومد چکار کرد راه آزادی رو در مقابلشون قرار داد و گفتش که از زبان پتروس توبه بکنید تعمید بگیرید و عطای روح رو دریافت خواهید کرد و خداوند میاد رحمت رو... به یادمون میاره و زمانی که ما میبینیم در اعمال فصل چهارده وقتی که شاگردان متوجه میشن که پولس رو سنگ سار کردن میگه که او رو یهودیان از انتاکیه و ایقونیه آمده مردم رو با خود متحد ساختن آیه 19 از فصل 14 و پولس رو سنگسار کرده از شهر بیرون کشیدن و پنداشتن که مرده انقدر زدنش که فکرم مرده ولی هنوز نمرده بود اما چون شاگردان گرده او ایستادند برخواسته به شهر در آمد این پولس خیلی شخص دوست داشتنیه و اقدم کتکش میزنن بازم از رو نمیره و فردای آن روز با برنابا به سوی دربه روانه شد و در آن شهر بشارت, بسیار بشارت داده بسیاری را شاگرد ساختند پس به لستره و اقیونیه و انتاکیه مراجعت کردن هم یهودیه که از انتاکیه و اقیونیه آمدن بزنن شما میخواستن بکشنش دوباره برگشتن هم اونجا و دلهای شاگردان را تقویت داده پند میدادن که در ایمان ثابت بمانند و اینکه با مصیبت های بسیار میباید داخل ملکوت خدا گردیم و باز صحبت سر اینه که در زندگی ما مسیحیان درد و رنج و ناراحتی و سختی هست یک موقعی میبینید درد و رنج به خاطر بیوفایی هست همونطوری که هوشع این درد و رنج رو کشید یک موقع به خاطر الزام از گناهانمونه همونطوری که اون مردمان اون روز گفتن در ریش شدند و خداوند ما چه کنیم پتروس ما چه کار کنیم همونطوری که افرادی در درد هستن مسیح بهشون میگه گرام باران و زحمت کشان بیایی جلو روح القدس میاد و در این دردها رحمتهای خدا رو به یادمون میاره و ما رو آرامی میده هرچند که در سختی باشیم حالا این آرامی رو چجوری به ما میده؟ قدم اول اینه که ما به عیسی مسیح به عنوان دهنده روح القدس ایمان داشته باشیم فصل چارده از انجیل یوحنا فصل خیلی عالیه و ما تقریبا در تمام مراسم تدفین این قسمت خوانده میشه وقتی یک مسیحی رو ما میخوایم به خاک بسپاریم یکی از اون قسمت هاییه که این و مزمور 23 صد درصد در مراسم دفن خوانده میشه چرا؟ چون شاگردان در اون روز در اون شب که ایسا رو تسلیم کردن غم بزرگی رو داشتن تجربه میکردن و ترس هم داشتن که حالا چطور میشه و عیسی رو دارن ازشون میگیرند و میکشن و عیسی اینجا میگه دل شما مسترب نشود به خدا ایمان آورید به من نیز ایمان آورید این کلمه که استفاده شده معنیش واقعا اینجوری باید معنی بشه همونطوری که شما به خدا ایمان دارید به منم ایمان داشته باشید منو به با عنوان یک انسان میبینید منو به عنوان یک انسان رنج دیده میبینید ولی ایمان داشته باشید که من فقط این ظاهر نیستم و در پشت این قضیه رنج من یک قدرت دیگری هستش و ایمان داشته باشید و میگه که من میرم و نزد پدر ولی شما رو تنها نمیگذارم بلکه چیکار میکنم تسلی دهنده ای رو میفرستم پاراکلیتوس رو میفرستم اون رو کسی که شما صداش میکنید و در کنارتون میاد و به شما تسلی میده روح راستی رو به شما میدم و حالا ما باید ببینیم که این روح راستی چه کار میکنه و چه قدرتی داره و چگونه به ما تسلی میده روح تسلی بخش خدا کلام خدا در انجیل یوحنا از زبان خداوند ما عیسی مسیح روح القدس رو به عنوان تسلی دهنده معرفی میکنه پس اون آرامش بخشی اون آرامش اون شالوم اون سلامتی اون تسلی خیلی برای یهود مهمه و شاگردان عیسی کاملا به دنبال اون تسلی و اون آرامی میشتن و میخواستن و عیسی میگه که تحقق تمام آرزوهای عمیق شما رو روح القدس خواهد داشت به چه شکل اجازه بدید من سه تا مطلب رو خدمتتون بیشتر عرض نکنم چگونگی این تسلی بخشی روح القدس رو باز من میگم این لیست کاملی نیست و حتما شما در ذهنتون ممکنه چندین مورد دیگه را داشته باشید که روح القدس از این گونه روش میاد استفاده میکنه برای تسلی دادن ولی من سه تا نکته رو میخوام بهتون بگم نکته اول تسلی روح القدس از طریق آزاد کردن ما از بندهامون عیسی مسیح میگه حقیقت رو خواهید شناخت و حقیقت شما رو آزاد میکنه و این حقیقت کلام به ما میگه روح روح راستی است میگه که من تسلی دهنده رو به شما عطا میکنم آیه 17 از فصل 14 یعنی روح راستی و روح راستی روح آزادی بخشه عزیزان میدونستید حتما میدونید که بسیاری از مشکلات شما و مشکلات من مشکلات اخلاقی و عاطفی و گناه و تشکیلات به وسیله حقیقت درمان میشه اون منجلابی که خواستگاه گناهه به وسیله راستی میشه اونو خشکش کرد آیا میدونستید که دهقان چجوری زمین های مرداب و خشک میکنن زه کشی میکنن یه زمین های باطلاقی و مردابی بهترین زمین ها برای زراعت هستن خاک خیلی حاصل خیزی دارن پر از تقویت و چیز طبیعی هستن که برای زندگی گیاه لازمه و سمردهی ولی رطوبت انقدر زیاده که گیاه درش واقعا نمیتونه رشد بکنه و سمر بده و نمیتونن اون زمین رو کشزار بکنن چه کار میکنن؟ میان دو تا کار میکنن یکی اون آب اضافه رو از اون زمین کم میکنن حالا یا مسیر رودخونه رو تغییر میدن یا زهکشی میکنن که اون آب اضافه از زمین خارج بشه و از زمین خشک بشه و دوم میان درخت های اضافه رو قطع میکنن که نور و آفتاب بتابه به اون زمین زمین های باطلاقی معمولا جایی هستش که جنگل و درخت های خیلی نزدیک همی داره و نور و آفتاب به زمین به اون صورت نمیخوره و چهار تا درخت رو قطع میکنن مسیر رود عوض میکنن آفتاب کار خودشون میکنه و این اتفاق در زندگی من شما میفته اگه قلب من یه منجلابیه که توش گناه رشد میکنه من لازمه که اون مسیر ورود گناه رو ببندم اون به اون منجلا بیشتر از اون آب اضافه نکنم و با اعتراف و با حقیقت نور حقیقت نور خدا بتابه تا بتونه اون زمین خشک بشه و کلام بعض کلام درش رشد بکنه پس اول از همه قدرت راستی خدا هست در آزاد کردن و اون تسلی که میده به این دلیله و دوم روح القدس به ما حقیقت رو میگه ما رو را به راستی هدایت میکنه انجیل یوحنا فصل 16 میگه چی آیه 13 میگه که لیکن او یعنی چون روح راستی آید شما را به جمیع راستی هدایت خواهد کرد زیرا که از خود تکلم نمی کند بلکه به آنچه شنیده از سخن خواهد گفت و از امور آینده خبر خواهد داد چجوری ما روح خدا به ما تسلی میده به وسیله راستی ما تو فارسی یه مسئله داریم که قشنگ نیست میگن حقیقت تلخه <applause> انقدر فرهنگ ما با دروغ اجین شده که حقیقت در اون تلخه ولی دروغ شیرینه ما داریم دروغ مسلحت آمیز به راست فتنه انگیزه آقا یه دروغ بگو همه کارا درست میشه چرا راستشو بگی که فتنه بیاد این دروغ, دروغ خیلی بهتره این غلطه و این با کتاب مقدس و با ایمان مسیح ما کاملا مخالفه ما قرار نیستش که دروغ بگیم بر برای همین هم است که تسلی که ما پیدا می کنیم، اون صلحی که پیدا می کنیم، اون آرامشی که پیدا می کنیم، نه به خاطر دروغ مسلحت آمیزی که خداوند به ما میگه بلکه به خاطر اون راستیه اون حقیقت شیرینیه که به ما میگه ببینید عزیزان مسیحیت و پیغام مسیحی با خیلی از مناسبات فکری ما با خیلی از معادلات ذهنی ما کاملا در تزاده و عرض کردم در میان ما ایرانیا و حتی غیر ایرانیا دروغ گفتن بعضی موقع به عنوان یک صفت پسندیدن ممکنه دربارش فکر بشه بله خب یه دروغی گفت باید دروغ میگفت ولی اینجا به ما میگه اون آزادی و اون تسلی فقط در سایه اون راسی امکان پذیره و شاید به خاطر این باشه که ما در مملکت کانادای که من زندگی میکنم من یه مدتی کشیش بیمارستان بودم و خیلی کار سختی بود و فکر نمی کنم هرگز بتونم دوباره برگردم تو بیمارستان و اون کار بکنم که همش باید با افرادی که در حال مرگن یا عزیزانشون در حال مرگه ما اونجا به اونا خدمت می کردیم و به اونا تسلی می دادیم و اون نرم قضیه این بود که دکترها هم دقیقه اول راستش به مریض میگن تو ایران به مریض سرطانی که سرطانش مرحله آخره میگن که خوب میشی بعد به اطرافیانش میگن که این دیگه جوابش کرده ولی تو کارادا اصلا این شوخیان نداره دکتر اول همه به خود مریض میگه چرا؟ چون که تو این فرهنگ که از کتاب مقدس یه مقداری بالاخره اون سابقات تاثیر گرفته تسلی حقیقی موقعی که مریض بدونه که به آخر راه رسیده فکرش رو بکنه برای وصیتش بکنه بعد زندگیش رو درست بکنه برای روز آخرش تصمیم بگیره که حالا یه سفری بکنه یه کسی یا قرضی رو پرداخت بکنه معذرتی بخواد یا غیره و دوم به قرنتیان فصل چار آیه سیزده نکته آخری که میخوام بهتون بگم اینه که خداوند ما رو اینگونه تسلی میده به وسیله روح ایمان آیه سیزده چون روح ایمان را رو داریم سخن میگیم و این سخن ما و اون آرامش ما به خاطر حقیقته به خاطر راسی که روح خدا به ما میگه و به خاطر ایمانی که در ما ایجاد میکنه عزیزان راجب اون چی که شریدی تفکر کنید فیض مسیح با شما باشه آمین